بار میرسیم به یک تب جذاب و پرکاربردتون هم افزار پاورپوینت به اسم تب انیمیشن. تو ویدیوی قبلی که تب ترانزیشن رو بررسی کردیم و افکت هاش رو دیدیم، دیدیم که وقتی که ما یه افکت رو اعمال میکنیم و بعد تنظیماتش رو تو این قسمت انجام میدیم، اون افکت تو جابجایی بین دوتا اسلاید اجرا میشه تو تب ترانزیشن، ولی تو تب انیمیشن افکت هایی که اینجا وجود داره و همچنین تنظیماتش روی آبجکت های اسلایدتون اعمال میشه. الان گزینه ها غیر فعاله به خاطر اینکه آبجکت روی اسلاید من وجود نداره. پس اجازه بدین از تب اینزرت و سمت شیپ من یک شیپ ساده ای رو وارد اسلاید های پاورپوینت بکنم تا بخوام تب انیمیشن رو با هم بررسی کنیم. وقتی که یک آبجکت رو اسلاید انتخاب میشه و بعد تب انیمیشن رو انتخاب میکنیم، حالا میتونیم گزینه های فعال رو ببینیم. وقتی منوی انیمیشن رو باز میکنید، میتونید انیمیشن های مختلفی که تو نرم افزار پاورپوینت وجود داره رو تو 4 تا دسته مختلف ببینید. دسته اول دسته اینترنس یا انیمیشن های ورودی هست. دسته دوم انیمیشن های انفاسیس یا تاکید هستش. دسته سوم انیمیشن های اگزیت یا خروج و دسته چهارم انیمیشن های موشن پس یا مسیر هستش که میتونید از هر بخشی که مد نظرتون هست بنا به نیازی که دارین استفاده کنید، که البته ما تو این منو فقط یه نماینده ای از هر دسته رو میتونیم ببینیم. اینها در واقع این تعداد انیمیشن هایی که تو هر قسمت وجود داره قسمت کاملش نیست، شما فقط یه پریویوی از انیمیشن های هر بخش شما دارید تو این قسمت میبینید. اگر میخواهید که تو هر دسته انیمیشن های کامل ترش رو ببینید، باید گزینه مور که تو اینجا وجود داره و تو هر 4 تا دسته هم هست انتخاب کنید تا لیست کامل تری از انیمیشن های هر بخش برای شما باز بشه. اما یه توضیح بدم در مورد انیمیشن های هر کدوم از این 4 بخش متفاوت و تفاوتشون رو بگم که هر کدومشون خب حالا چه کاربردی دارن. انیمیشن های بخش اینترنس همونطور که از اسمش مشخصه انیمیشن های ورودی هستن. وقتی که شما آبجکتتون رو انتخاب میکنید و بعد از انیمیشن های ورودی استفاده میکنید، باعث میشه که اون آبجکتتون با افکتی که از انیمیشن های بخش اینترنس انتخاب کردین وارد اسلایدتون بشه. ولی انیمیشن های بخش اینفاسیس انیمیشن هایی هستن که اگر ما اونو انتخاب کنیم، اون افکت به همون آبجکتی که رو اسلایدمون وجود داره اعمال میشه، یعنی اون آبجکتمون رو با افکت خاصی وارد اسلاید نمیکنه یا از اسلایدمون خارج نمیکنه، بلکه فقط یه تأکیدی میکنه رو اون آبجکتی که ما انتخاب کردیم و انیمیشن اینفاسیس رو روش اعمال کردیم. ولی انیمیشن های بخش اگزیت باعث میشه که اون آبجکت ما که انتخاب شده و انیمیشن بخش اگزیت روش اعمال شده با یه افکتی از صفحه اسلایدمون خارج بشه. و اما انیمیشن های بخش آخر که انیمیشن های مسیر هستن، باعث میشه که آبجکت ما از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بشه. اصطلاحا انیمیشن های مسیر بهش میگن. و اما یه نکته ای که باید تو قسمت انیمیشن های مسیر بهش اشاره کنم اینه که شما وقتی آبجکتتون رو انتخاب میکنید و میخواین که از یک انیمیشن مسیر براش استفاده کنید، نکته مهم این هستش که وقتی که به آبجکتتون انیمیشن مسیر میدین، این مسیر حرکت شکل به صورت یه فلش در میاد، یه فلشی که دو طرفش رو با دو تا رنگ میتونید ببینید، که این فلش سبز رنگ یا اصطلاحاً این نقطه سبز رنگ محل شروع اجرا شدن انیمیشن رو نشون میده و این نقطه قرمز رنگ هم محل تموم شدن اجرای اون انیمیشن رو نشون میده. که اگر میخواید این حالا جهت ها و این اندازه ها تغییر کنه، باید این دکمه قرمز رنگ رو انتخاب کنید و جایی که میخواید ببرید تا انیمیشنتون به اون صورت اجرا شه. الان نگاه کنید، من یه پریویو میگیرم، به این صورت انیمیشن مسیر اجرا میشه. این نقطه سبز در واقع نقطه شروع و نقطه قرمز نقطه تموم شدن انیمیشن مسیر هستش، که حالا موقعیت این نقطه قرمز میتونه تغییر کنه، ولی مهم هستش که موقعیت این نقطه سبز رنگ که مبدا و شروع حرکت انیمیشن مسیرتون هست مرکز آبجکتتون باشه. چون اگر اینطور نباشه یه پرش اتفاق میفته. الان نگاه کنید، الان من این نقطه سبز رو برمیدارم میذارم اینجا، ولی خب آبجکت من اینجاست. ببینید چطوری اجرا میشه.
اول یه پرش انجام شد بعد انیمیشن مسیر اجرا شد، درسته؟ ولی خب بهترین کار این هستش اصلا تو حالت پیش‌فرض هم وقتی آبجکتتون رو انتخاب میکنید و از انیمیشن های مسیر یکی رو انتخاب میکنید، به صورت پیش‌فرض نقطه شروع تو مرکز آبجکتتون قرار داره و ولی میتونید نقطه قرمز رو هر جایی که دوست دارین تغییر بدین، ولی خب حواستون باشه که این نقطه شروع و این نقطه در واقع سبز رنگ تو مرکز آبجکتتون باشه. این هم نکته‌ای بود که تو قسمت انیمیشن های مسیر باید بهتون توضیح میدادم.